خب توی این قسمت با استفاده از دستوره بعد اول توی سرور مقصد باشم. الان کدوم سرورم؟ مقصد یا تهرانم؟ بله، با استفاده از دستور update products set update product set مثلا unit price مساوی 22 where product id مساوی مثلا 1. یه دستور آپدیت که من تو دفتر تهران باید مثلا اجرا کنم. میام بر اساس این جدول تم پروداکتم، روش اول اینه که میان سطر به سطر یه چیزی مثل کرزر می نویسن، دونه دونه این مقادیر رو می خونن، بعد دونه دونه اینا رو آپدیت می کنن تو اون یکی جدول. این کار قشنگی نیست. دستور آپدیت فرام میگه از این منطق استفاده نکن. یه منطقی داره شبیه جوین و با سرعت اجرای اصلا غیر قابل مقایسه با روش های سنتی و کرزر، شما میتونید اطلاعات مقصدتون ها، جدول مقصدتون ها با اطلاعات مبدع اوورراید بکنید. الان براتون سینتکستش ها می نویسم. خب الان اجرا شد و این دیتا انتقال پیدا کرد. حالا من بعد این دست رو در قالب یک execute SQL task دیگه اضافه بکنم. پس طبق دیتا فلو اصلی من یک execute SQL task دیگه میخوام که میشه updating تهران from تمپ، که خود اون تمپ هم توی تهرانه. وقتی موفقیت آمیز شد بیاد سراغ این یکی. خب حالا اینجا باز کانکشنمون رو میدیم و کانکشنمون توی آدرس تهران، اسکیل استیتمنتش هم که آوردیم. اوکی، پارسش هم میکنیم. اوکی، پارسش فقط کردیم، اجرا شد. خب حالا اگر اجرا کنم من اینا، ببینیم چه اتفاقی میفته. تسک اول اول دیتا فرام تهران پاک شد، دیتا فلو تسک دیتا رو از دبی به تهران منتقل کرد و تسک سوم هم اطلاعات تهران هم با دست آپدیت فرام آپدیت کرد. به همین سادگی ما تونستیم اطلاعات دفتر دبی به دفتر تهران منتقل کنیم. توی فیلم آموزشی بعدی شما یاد میگیرید که این تسک ها چجوری تو خود SQL سرور دیپلویش کنید.